رادیو همراه بفرمایید. الو سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. سلام، بفرمایید. روزتون بخیر. من دیروزم باهاتون تماس داشتم، منتها خب یک رو بیشتر وقت نبود، شما فرمودین که دوباره تماس بگیرم. مشکلم رابطه با خانما بودش و کلا رابطه جنسی. برادرم بهتون گفتم اسکیزوفرنیا داره و یه مقدار کنترل فکرم ضعیفه و اینکه شما گفتید که کلا رابطه رو مثل کالا دارم میبینم، یه همچین چیزی من برداشت کردم. شما اولا گفتید چند سالتونه؟ 36 گفتید نه؟ بله من 36 هم، متعلق 63 از تورنتو زنگ زدم. و برادرتون گفتید از شما چقدر کوچکترن؟ برادرم الان 30 سالشه، 6 سال کوچکتره. و بعدم گفتید دانشجو دوره دکترا هستید یا دکتراتون رو گرفتید؟ نه، من دکترامو شروع کردم تقریبا میتونم بگم 10 سال پیش، منتها خب یه ازدواج ناموفق داشتم همون اوایل دکترام، بعد از اونجا شروع شد. یعنی واقعا نزدیک 10 ساله که یه سیکل خیلی عین ساعت هی تکرار میشه که از اون دیورس شروع شد که از اونجا من درسم بهش وقتا افتاد. الان نزدیک 3 ساله که ابسنس اوف لیو گرفتم و تو سوپروایزرم در جریان هست تا یه حدی که چه جوری داستانم، ولی خب کلا آف گرفتم، یه 3-4 سال آف گرفتم و همین جوری با این مشکلاتی که 10 سال توم بوده باهام باز دارم چیز میکنم. یه مقدار ایمپروف کردم، یه مقدار خب کتاب خوندم، صحبت کردم، گوش کردم، ولی خب با این حال فکر میکنم مشکل اساسیم هنوز توم هست. خب حالا فکر میکنین مشکل اساسیتون چی عزیز؟ فکر میکنم مشکل اساسیم اینه که من نتونستم اکسیکیوت بکنم. یعنی الان اگه با من بگین یه کتاب بنویس بابت مسائلی که مشکلات چی رو حل چی، میتونم بنویسم، ولی توی عمل، توی پرکتیس نمیدونم چرا من تمام جلوی کامپیوترم جلو دسکم نوت گذاشتم که سلف کنترل، سلف منیجمنت، سلف دیسیپلین، تایم منیجمنت. یه اصطلاحی از شما خیلی دوست دارم، یکی از بزرگ روی کاغذ جلوی دیوار نوشتم که اول جوراب بعد کفش، که کارامو تو زندگی به ترتیب انجام بدم. یعنی واقعا همین اول جوراب بعد کفش که از شما شنیدم اولین بار، میدونم که راه حل من اینه. یعنی احساس میکنم، ولی توی عمل مثلا میام همه چی با هم دخیل میکنم، رابطه رو، بعد رابطه های ناموفق، بعد اگه ریجکت بشم مثلا هرت که میشم ممکنه چندین روز چندین هفته ای باش درگیر بشم، تو خود رابطه هایی که هستم. حالا رابطه رو بذارید کنار، نه بیاد بحث رابطه رو بذارید کنار چون یه بحث دیگریست. شما فرض کنید صبح بلند میشید و میدونید که باید یه قسمتی رو حالا یا بخونید یا یه پروژه رو انجام بدید. با. فکر میکنید خب صبح بلند شدید چرا انجامش نمیدید؟ یعنی چی میاد به ذهنتون و چگونه شما نمیتونید خودتون رو قانع کنید که این کار اول شماست و باید این انجام بشه، هیچ چیز دیگه ای نمیتونه بیاد و مزاحم این کار بشه؟ والا اگه بخوام کلی به این موضوع یک جواب کلی بهتون بدم، احساس نمی کنم. یعنی میدونم که فکرم اینه که چرا من الان توی رابطه استیبل ایدئال نیستم. نه خب بس، یعنی خب همینجا ببینید عزیز، به مجردی که شما اومدید، نه صبر کنید. خب ما یه پروسه ذهنی داریم که یه مسیر رو طی می‌کنه، یه پروسه برای تصمیم گیری و عمل داریم. بنابراین روزی که آگاهانه بهش نگاه کنید، یعنی من به شما بگم بشینید الان و فرض رو بر این بگیریم که شما باید یه کتابی رو بخونید، حالا کاری نداره، من بگم بشینید لطفاً اونجا و بخونید و بعدم بگم برای اینکه من هم بشنومتون بلند بخونید، شما چرا فکر میکنید نمیخونید یا نمیتونید بخونید؟ اینجوری نبودم آقای دکتر، من این الان اگه بخوام شاید واقعا جوابش نمیدم، شاید واقعا انقدر مغزم آسیب دیده لحاظ روحی روانی که واقعا نه خاشیه نرید، من از شما نخواستم توضیح بدید. نه ببینید، همینجا گرفتاری من با شماست. من اصلا از شما الان حرفم این است که بشینید، حتی هر ممکن رو خط رادیو بگم یک کتابی رو که باید مثلا بخونید، فرض رو بر این میگیریم، ما درسای شما رو بخونید و بلند بخونید، من و شنونده ها بشنویم، شما چرا نمیخواید یا نمیتونید این کار رو بکنید؟ اگه میتونم، معرفم این است که به جای این که میشیرید در حالت عادی مینویسید که من اول باید چی بخونم به مدت 1 ساعت یا 2 ساعت یا این بحث تموم بشه بعد برم و بر مبنای اون عمل کنید، گویی یه دستور فرمان خارج از اونم نمیتونید حرکت کنید. چون روزی که شما صحنه آگاه ذهن رو وارد بازی میکنید و تصمیم گیری، میدونید که چیکار باید بکنید، شما اون رو پس میزنید. درست مثل اینکه من بخوام مثلا نخوابم
من میگم نمیخوابم نمیخوابم نمیخوابم، همطور که میدونی در یک آن این کنترل از دستم میره، بعد میرم خوابیدم و فردا صبح شد، درسته؟ یا من برگردم بگم نمیخوام به این موضوع فکر بکنم، بعد از مدت میبینم دارم به این موضوع فکر میکنم. علتش این است که آگاه در صحنه نیست. یا همطور که شما وقتی در رانندگی میکنید ممکنه نیم ساعت رانندگی کنید، نه متوجه باشید که فرمون دادید، نه ترمز دادید، نه گاز دادید، در حالی که همه این کارا رو کردید. حتی مطالعات نشون میده آدم ها رانندگی رو به صورت ناآگاه خیلی از وقت بهتر و به هر حال به گونه درستش انجام میدن وقتی که آگاه هستن. تون میرن که زیرا من فقط میخوام اینجا شما بمونید، توضیح هم به من دهید. من میگم شما اگر بگید من امروز صبح باید از ساعت مثلا 10 شروع کنم و به مدت 2 ساعت یا تا زمانی که این کتاب تمام بشه این رو بخونم، بعد برم سراغ موضوع دیگه، فقط سوال من اینه که چرا نمیتونید یا نمیخواید بشینید و بخونید عزیز؟ والا اگه منظورتون همین امروز مثلا تو این هفته‌ای که الان هستی، نه نه مثلا هفته الان نیست، نه بازی در ببینید همین من الان به شما میگم از 1 ساعت دیگه، هر ساعتی که الان به ساعت ما 10 هر چی ساعت شما میگم از کجایی گفتید کانادای تورنتو؟ الان یک بسیار خوب. شما حرفتون این است که من از ساعت 2 بعد از ظهر به مدت 2 ساعت باید این کتابو بخونم، چون ساعت 3 یه کاری دیگه، 4 یه کاری دارم، یا هر وقت که تموم شد میرم سراغ کار بعدی چون برنامه دیگری ندارم. چرا نمیتونید سر ساعت 2 بشین و کتابتون رو بخونید؟ به خاطر اینکه مثلا فکرم میره تو جهت اینکه چرا مثلا رابطه اخیرم بهم خیانت کرد، حالا یا اتفاق بعدی افتاد مثلا اینجوری تموم شد. فکرم الان در حال حاضر اونجوریه، قبلا هم اینجوری نبودم. نه این کارو نکنید عزیزم. نه شما اگر این هست معناش این هست که شما نسبت آگاهتون فعال برای تصمیم گیری و عمل نیست. در حقیقت مثل این است که من به شما بگم بگیرید بخوابید، حالا تو خواب مثلا این فکرها رو بکنید یا این خیالها رو بکنید، شما همچی توان ندارید. من نمیتونم به آدم بگم بگیر بخواب 2 ساعت بعد فکر کن به اینکه رفتی سر کار و شروع کن، یا شروع کن مثلا اون کتاب رو بردار و بخون، یا یه شعری که برادی رو از حفظ بخون. من اگر یادم رفت تو خواب چه میکنه؟ آیا بعد از 2 ساعت گوش به فرمان منه؟ حتما نه. برای بیدار باشه میتونم وادارش کنم این کارو بکنه، یا ازش بخوام موافقت کنه این کارو بکنه. اشکال کار این است که شما آگاهتون رو از صحنه، یعنی اون چیزی که میتونه تعیین کننده باشه، تصمیم گیرنده باشه، یک قسمتی در مغز که میگه من میخوام این کارو بکنم از کار انداختید. ببینید این دقیقاً همون بحثی است که میان تفاوتی است بین خشم anger که یه احساسه که من یه حال بدی دارم، و عصبانیت که یه رفتاره. چرا من همیشه میگم آدما خودشون رو عصبانی میکنن؟ کسی عصبانی نمیشه، برای اینکه عصبانیت یه رفتاری است که یه مکانیزمی داره که آدما باید بخوان تا بشه، یعنی تصمیم میگیرن میخوان. شما الان من حرفتون اینه که شما حرفتون الان صاحب کنید، حرفتون اینه که من با وجودی که میخوام نمیتونم، و این درست نیست. منظورتون قسمت جلوی مغز پریفرونتال کورتکس فکر می‌کنم مشکل پیدا کرده؟ به هر حال یه قسمتی از مغز شما آسیب میده، پس برای شما اون قسمت رو ندارید، یا اون قسمت رو از کار میندازید، یا از اون میپرید. خب درست مثل آدمایی هست که به دلیل مثلا آسیب توانایی تجرید رو ندارند، و وقتی شما میگید 3 به اضافه 4 نمیفهمن، مگر اینکه 3 تا از یه چیزا بذارید بعد 4 تا رو دیگه کنارش بذارم، بعد بیاد بشه، بعد بیاد 1 2 3 4 5 6 7. این کارو میتونه بکنه، اما در مغزش به صورت ابستره تجرید انتزایی نمیتونه 3 رو به اضافه 4 کنه و بگه 7، یعنی بفهمتش. معناش اینه که اون اسکیزوفرنی که میگید تو خانواده است، ای بسا اینجا زده به شما آسیب زده، و این وقتی است که از طریق شاید یه نورولوژیست بتونن با عکس برداری از مغز شما بگن کدام قسمت در حقیقت از کار افتاده یا کم کار میکنه، یا اصلا یه قسمتی انقدر بیش از حد کار میکنه که این قسمت و این جنبه رو میپوشون. یعنی ببینید آنچه که شما دارید برای من توصیف میکنید، چون بذارید جمله رو اینجوری با هم حل کنیم، در تحلیل نهایی همه چیز فقط تغییرات فعل و انفعالات بیوشیمی بار الکتریکی مغزه،
یعنی یه روزی، همطور که بارها عرض کردم، یه روزی نه روانشناس وجود داره نه هیچ چیز دیگری. تنها چیزی که وجود داره نورولوژی، یعنی درست مثل هر چیز پدیده مکانیکی دیگه. یعنی شما میگید من دلم میخواد که به فوتبال علاقه من بشم، میگن اینو ما میتونیم تو مغزتون یه کاری بکنیم که این علاقه در شما به وجود بیاد. شما میگید من نمیخوام یه چنین چیزی به ذهنم بیاد، اون قسمت شیر رو به قول معروف میبندن. برای اینکه ما غیر از اون مغز هیچ چی دیگه نیستیم. اینکه شما از نظر باورهاتون به یه روح که غیر مادی باور داشته باشید، چون اینکه دو نفر بعداً پرسیدن، اون بحث دیگری است. اون اگر روحی باشه که مادیه، که تو بدن باشه و یه پدیده ظریف و لطیف باشه مثل بخار و دود که بیشتر مردم تصور میکنن، که اون که ماده است، پدیده غیر مادی نیست، مثل بخاره، مثل دوده. بخار و دودم یه پدیده با مادی هست، انرژی هم بحث رو تغییر نمیده. اگر معتقد به یه چیزی غیر مادی باشید، بنابراین نه توی بدنه، نه در جهانه، نه میله، نه میاد. بنابراین میخوام اون تفکیک رو تو ذهنتون داشته باشید، چون دو سه بار این مرز دادم یه چند نفر این صحبت کردن. بعد بحث من اونجا نیست، الان وارد اون بحث نمیخوام بشم. ولی اگر انسان رو صرف نظر از اون جنبه که بگیم نداره یا نیست بپذیریم، ما هیچ چیز جز مغز نیستیم. به همجاست که دست و پای منو قطع کنن تغییر در من پیدا نمیشه. قلبی که اینقدر بحثه، میبرن به جاش قلب دیگه میذارن. همه هم دانشش رو داره، هم اون کسایی که دوست داره دوست داره، هم از اونایی که بدش میاد بدش میاد، فرقی هم نکرده، در حالی که قلب یه آدمی است که به سال 20 سال 30 سال از او مثلا جوان تره. یعنی همه چیز سر جای خودشه. ولی اگر شما بیاید کوچکترین تغییری رو در مغز به وجود بیارید، حتی یه چای بخورید، یه قهوه بخورید که تاثیرش بره روی مغز، مغز یه جور دیگه کار میکنه. بنابراین در تحلیل نهایی همه چیز مغزه، که مجموعه کارکردها شما شکیم ضمیر و ذهن یا مایند، که مایند البته یه بحث تجریدیه، چون چیزی به اسم ضمیر یا ذهن وجود نداره، مثل یه ویولونه و صداش، مثل شماست و مهربونیتون که از شما تفکیک ناپذیره، ولی ما به عنوان انسان توانایی تفاوت و تفکیک رو داریم. بنابراین میخوام به شما بگم چیزی که من در شما میبینم و اگر بشه دنبالش برید، و میتونن کسانی که تو نوروساینس هستن و تو این زمینه شاید کمکتون بکنن، این است که یه جایی در این سیمپیچی مغز شما یه اشکالی هست، و اونه که درست مثل، ببینید الان در سیمپیچی مغز من چیه. من در سیمپیچی مغزم اینه که من الان تصمیم گرفتم بمیرم و میخوام خودکشی کنم. بنابراین میگم من نفس نمیکشم تا بمیرم. من میتونم شروع کنم به نفس نکشیدم، درسته؟ اما در یک آن کنترل از دست من خارج میشه، من نفس میکشم. پنجاست که هیچ کس نمیتونه بشینه با هر قدرتی و توانایی و نفس نکشه تا بمیره. من باید خودم رو یه جوری به اصطلاح حلقه آویز کنم که وقتی که فرمان میاد که نفس بکش نتونم، ولی اگر بتونم من نفس میکشم. بنابراین هیچ آدمی رو نمیشه نشوندش گفت نفس نکش تا بمیر. همچین کاری نمیشه که. چرا؟ برای که از یه جایی ابدا تصمیم من، انتخاب من که من نمیخوام نفس بکشم، مغز من اون فرمان رو نمیپذیره. حالا مسئله اینجاست، شما یه ذره بذارید فکراتون رو بکنید. یه سوال دیگه ازتون داشتم، حالا اینکه شما گفتید که بعد یه جوری بتونم مغزم رو، یعنی یه جوری بررسی بکنم، حالا با نیورولوژیست یا با نیوروسایکنشیست. من اگه بخوام، فکر میکنم کسی مثل من، حالا شخصا من، بخواد به این فکر کنه که اوکی تا آخر عمرش میخواد سینگل بمونه و اصلا قید رابطه رو بزنه، فقط بچسته به کار و زندگی و درس و آیندهش، این به نظرتون هلسیه؟ این به نظرتون شدنیه؟ نه ببینیم، شما الان یه بازی و بهانه دیگری دارید. بذار به شما بگم مسئله چی عزیز. ببینید دو تا نکته اینجا ابداً در مورد شما میتونه صادق باشه. مورد اول این است که شما به خاطر همون آسیبا یک وسواس در جهت مسئله رابطه و مخصوصا زن یا دختر در ارتباط با خودتون دارید، یعنی ابسشن. بنابراین شما هر جا ولتون کنند باز دوباره بر میگردید سر رابطه. الانم بعد از این چند دقیقه که فکر کردید، حرفی که زدید اینه. منم بزنید پاسخ اول مشخص بتونم، هیچ چیزی نیست هلتی ملتی رو ولش کنید. من و شما داریم درباره مرگ و زندگی حرف میزنیم. من و شما درباره بود و نبود خیلی چیزای مهم حرف میزنیم. شما خیلی راحت علاقه من نشید، برای رفع نیازهای فیزیکی و روانی، حتی روانیتون، میتونید روابطی داشته باشید، پیش رو کنم نمیشه. آدمای به این دنیا میان، هیچ وقت مفاهیم عمیق و سنگینه
اصلا عشق و تجربه نمی کنن، روابط عمیق رو هیچ وقت نداشتن و ندارن و ای بسا به نظرم عادی میگن و به یک اعتبار عادی هم هستن. بنابراین این که شما یه دفعه تمام زندگیتون میچرخه دور این محور که مسئله اصلی انسان اینه که یک مرد یا یک زن فقط موضوع یه رابطه عمیق سنگینه، حالا عاشقانه یا هر چیزی رو با یه زن دیگه داشته باشه و یه چیزی هم اونم تازه دائمی، خب این اولین نشون دهنده اینه که شما میتونید اصلا یه وسواس گیر شما اینجاست. روزی که من اومدم گفتم همه چیز برمیگرده به اینکه به من پول بدن، شما من گفتید حرف بزن، میگم پول بده تو حرف بزن. به من میگن لباس بپوش، میگم پول بده تو حرف بزن لباسمو بپوش. به من میگن بیا بریم مهمونی، میگم پول بده تا بیام. خب شما چی میگی؟ غیر از اینی که میگید این آدم اومده کل زندگیشو مرتبط کرده به پول و یه عده‌ای با یه درصد زیادی همه زندگیشون مرتبط به پول هست، یعنی اونه که ملاک اصلیشونه، مورد شما شده رابطه. خب در اینجا اولا یه نوعی از وسواسه، یه نوعی قلاب شدن و گیر دارن به اینکه هیچ چیز مهم نیست جز این. مثل اینکه به شما بگن ما اگر بهتون پول بدیم بچه‌تون ما میدیم، شما میگید نمیدم. لباس بد بدیم میدیم، میگه نمیدم. ماشین بدیم میدیم، نه. همه بیان برای دست بزنن میدیم، نه. شما حرفتون هست که من بچه‌مو نمیدم. در اینجا یه رابطه ویژه‌ای بین شما و فرزندتون وجود داره که حاضر نیستید او را به هیچ در مقابل هیچ چیز اونو بدید و در مقابلش اونو بگیرید، درسته؟ خب این ویژگی پدر و مادره. چرا؟ برای اینکه جایگاه فرزند در ذهن و زندگی آدم ها فراسوی همه چیزه. خب شما آمدید یه چیزی به اسم رابطه عاشقانه دائمی رو با یک زن که اصلا در این مفهوم اصلا معنایی نداره، چون بیش از یه رابطه است، در حقیقت یه رو مالکیت و کنترل و در حقیقت انحصار و همه چیز هست و اونم تازه با یک تضمینی که تا 50 سال دیگه هم ادامه پیدا میکنه، نه اینکه بعداً ممکنه رابطتون به هم بخوره. اینو ورید کنید تو صرف. پس من اول میتونم بگم شما بر اساس تعریف من یک وسواس سنگین شدید داری راجع به این موضوع. یه احتمال دیگه من میتونم بدم، یه چیزی که همیشه کنار اسکیزوفرنیه و با اسکیزوفرنی خیلی از وقت اشتباه میشه بهش کنید اسکیزو افکتیو. اسکیزو افکتیو تفاوتش در اینه که ما فقط در زمینه احساسی، عاطفی و یا ارتباطی اون ریلیشنشیپ مسئله داره. به همجاز که آدمایی هستن که 20 سالشونه ممکنه عاشق یه آدم 90 ساله بشن، آدمایی هستن که علاقه هاشون یا ارتباطاتشون با آدم ها یه جور عجیب و غریبیه. من توی کار تراپی چند باری با این آدم ها روبرو شدم و ابدا قابل فهم و درک نبوده که این آدم چرا این آدم رو در این حد میخواد و تا اینجا برای به دست آوردنش که ای بسا ممکنه مرگ و نابودی 10 نفر دیگه هم باشه تازه به این آدم هم نرسه، همچنان میشه کار امروزش. و وقتی که شما با 2 ساعت باش صحبت میکردید و حرف میزدید، متوجه میشوید که بعد از 2 ساعت گفتگو گویی هیچی نگفتید. یعنی من با این آدم 1 ساعت حرف میزدم، پله پله با هم میرفتیم تا به اینجا میرسیم که خب پس ما نتیجه میگیریم. میگفت نمیکنم. یعنی شما میدید همه چیز بیفایده است. چرا؟ برای که اسکیزو افکتیو بود. من الان در شما باز اونو میبینم. یعنی الان به من بگن تشخیص دوم تو راجبه این دوستمون چیه، میگم اول یه ابسشن سنگین، دوم اسکیزو افکتیو و اینا کاملا میتونن به هم گره بخورن و قلاب بخورن و یکی باشن، هر کدام نقش خودشون رو ایفا میکنن و همه اینا برمیگره به چی؟ که در مغز شما یه جایی اختلاله. چه هست رو کار و تخصص من نیست، اینو یه نورولوژیست، این رو یه کسی که تو کار الان مغزه و آگاهی هایی در این زمینه داره و اگر یه مؤسسه کتبن تو تورنتو هستن یا جای دیگه هم مراکزی هستن، سراغ اونا برید، اونا شاید پاسخی برای شما داشته باشن. چرا؟ برای که از حد و حریم روانشناسی و روانپزشکی به نظر من بیرونه، وارد یه مرحله خاص تخصصی میشه. بنابراین اگر قرار باشه به من بگن همینجوری سطحی تشخیص بده، وسواس همراه با اسکیزو افکتیو، اینی که شما همه زندگیتون شده اینکه موضوع رابطه است، اونم نه تنها اینکه آدم رابطه داشته باشه، چون آدم میتونه بگه من اونو میخوام، نه من اون رو میخوام با این تضمین ها، من اون رو میخوام با این ویژگی ها، من اون رو میخوام
که این آدم مثلا هیچ وقت غیر از من اصلا کسی رو نخواد، به کسی دیگه فکر نکنه، اصلا کسی رو بهتر و برتر از من نبینه. خب در اینجا شما هیچی نمیگید در تعریفی که ما میشناسیم جز این که بیماری روانی است که وسواس و اسکیز افکتیو میتونه دوتا از احتمالات یا ترکیب این دو باشه. بنابراین موضوع چیزیست که شما برای خودتون در حقیقت علم کردید، معناش این نیست که در اختیار شماست، مثل که من در اختیارم نیست که تشنه نشم یا گرسنه نشم یا خوابم نیاد، برای که مغز من بعد از یه مدتی و یا بدن من در ترکیب با هم مسئله تشنگی یا گرسنگی یا خواب رو به من تحمیل میکنن یا به صورت آشکار میارن و اگر من بهش توجه نکنم منو تا پای مرگ میبرن و یا تا من به خاطر بی‌اعتنایی به اون میمیرم. چرا؟ برای که این فرمان طبیعت، این قاعده طبیعتی است که بر من حاکمه. اینی که از نظر منم شما با توجه به آنچه که اشاره کردید و کمی هم با هم صحبت کردیم نشون دهنده اینه که یک مشکل جدی سیستم عصبی یا درست مغز دارید که چه هست رو من نمیدونم، ولی احتمالاً متخصصینی که تو این زمینه کار کردن و خوشبختانه طی مثلا میشه 20 سال گذشته به اندازه 2000 سال جلو افتادن، اونا شاید پاسخی برای این داشته باشن. یعنی اگر در مرزهای دانشی که در این مورد هست که کسی شما رو بتونه ببره و قدم بزنه، ای بسا نه تنها پاسخ بلکه مداوا رو هم داشته باشه، ولی من چیزی در این باره نمیدونم عزیز. بعد اینکه شما میگین که یه رابطه شما واردش میشی نمیخوای مثلا خیانت باشه یا اینا، یعنی اینکه خیانت و اینا جزء حالت نرمال داره تو رابطه ها؟ یعنی باید حالت نرمال نداره، حالت واقعی داره عزیزم. یه واقعیتی است که انسان یه موجودی است، در یه شرایطی از یه کسی خوشش میاد، در یه شرایطی به دلیل رفتاری بدش میاد. مثلا شما با یه آدم عصبانی روبرو میشید، این آدم عصبانی یه زهری رو وارد سیستم ارتباطی میکنه که بعد از این مدت شما از اون متنفر میشید. حالا که از اون متنفر شدید مسئله خیانت نیست، خب میرید. حالا اینکه شما یک کسی باشید، همینجوری شد. من الان رابطه آخرم همینجوری شد، ولی آخه من ندارم چرا آدمایی هم که اترک میکنم تو زندگیم. من این خانومی که شب پیش یه دقیقا چی بیست، یعنی من مثلا فرض کن امشب رفتم با هم بودیم، ایشون من گفته بود من نمیخوام با تو رابطه شم چون این کارو کردی، این کارو غیر عادی کردی، به من میگفت تو مریضی، دیدم تو بعد دکتر و فلان. بعد خب یه ماهی بود من میگفت که رابطه ای نیست، ولی منم زورکی میرفتم پیشش. ولی خب مثلا شبش میاد تو بغل من نازل، رابطه جنسی نداشتیم اون شب، ولی خب تو بغلم بود، دستامو کشیدم تو موهاش، ماساژش دادم، تو بغل من بود. بعد فرداش یعنی یه پروتکشن دیدم توی دستشویش که ثابت شد برام که با کسی رابطه جنسی داشته، دیدم یه کاندوم توی دستشویش هست. خب بعد فرداش با یکی رفته خوابیده. این خانم یه همچین کیسی، این حالکتش به نظر شما نرمال بوده؟ یعنی این مربوط عزیزم قصه، ببینید آخه تو این زمینه مسئله نرمال و غیر نرماله مطرح نیست. شما میتونید این گونه نگاه کنید که یک کسی با یک کسی در ارتباط، کمی حاضر باش در ارتباط، مثلا آدمایی هستن که شما بهش میگید من میخوام با تو حرف بزنم یا بریم یه شام بخوریم، میاد، ولی فکر کنم بعد از شام شما بیشتر میخواید به اون دلیل نمیاد. این شما یک، یعنی شما یه چیزی رو که ببینید، باز مغز شما داره به دلیل همون وسواستون همه چیز رو به صورت یک در حقیقت باکسی در میاره توش میذاره، بعد پرسش کنه کاملا. یه زنی آمده با شما دوست بوده، بعد فهمیده شما به دردش نمیخورید، بعد نگران شما شده، بعد یا از شما ترسیده، بعد فکر خیلی خب حالا بذار فکر نکنه که من اون رو نمیخوام یا بهش بر بخوره یا توهین باشه، پس بذار بذارم حالا منو نوازش کنه، حالا بذار فکر کنه من اون رو خوب میدونم، ولی من میخوام برم. بعدم در یه شرایطی قرار میگیره در ارتباط با یه آدم دیگه که رابطه شما براش مطرح نیستی. ای بسا اگر اون رو آزاد میذاشتید هفته قبل رفته بود، هفته قبل که نرفته به خاطر اینکه اصلا درست یا غلط ترسیده که از جانب شما آسیبی ببینه یا شما به خودتون آسیبی بزنید. من اینقدر آدما میشناسم که 6 ماه 2 سال طول کشیده تا از یه رابطه که حتما میخواستم بیان بیرون، به تدریج بیان بیرون، چون مسئله نگرانی مطرحه دیگه. اولا ما تو این زمینه که نادانیم، بعدم ناتوانیم، بعدم نگرانیم. خب وقتی نادانی و ناتوانی و نگرانی، حالا نیازمندی رو بذارید کنار، این سه تا باشه،
من از 100 تا تصمیم که میگیرم یا 100 نفر آدم که تصمیم میگیرم 97 تاش غلطه، ولی علتش یه واقعیت، نمیدونه، نمیتونه، نگرانه. من اینقدر ازدواجایی رو دیدم که طرف مانده برای که گو اگر بخوایم مثلا طلاق بگیری من میکشم تو رو، میکشم خودم هم میکشم. به همین سادگی. شما حتما خودتون قصه هایی شنیدید گفتایی تو بخوایی طلاق بگیری بچه ها تو ازت میگیرم. خیلی خوب همون شما 10 سال 20 سال هم دارن زندگی میکنن. بنابراین ای بس همون آدمی که داره زندگی میکنه خیانت هم اصلا بره بکنه، ولی هیچ دلیلی نداره که دیروز یا دیشب با شما بوده حالا چرا فردا رفته این کار کرده، برای که اون رابطه به اون صورت تعریف نمیشه. ببینید اشکال کار شما اینه که یه رابطه مشخصی میان انسان رو قائلید، هر چیز دیگر رو یا غیر عادی میدونید یا به قول خودتون اینقدر اصرار دارید نرمال و سالم نیست. بحث نرمال و سالم مطرح نیست عزیز. بسیاری از این مسائل نرمال و سالم اصلا معلوم نیست که درست باشه. به همین جهت که چیزی که 500 سال قبل نرمال بوده نیست. الان بحث کرونا چیه؟ که ما ای بس و 8 ماه 10 ماه یه سال دیگه میریم سراغ یه حالت عادی و نرمال، ولی نه نرمال قبل از کرونا، یه نرمال تازه، یه چیزی که عادی و معمولیه. ما یه ملاکایی در دنیای علم در یه زمینه‌هایی داریم، ولی این تو همه زمینه‌ها نیست. بنابراین یه زمانی بوده که فرض کنید 10 کیلو وزن بیش از اینی که امروز زیباست زیبا بوده و این نرمه. و بعدم بسیار از اوقات بحث ما درباره نرم در حقیقت رفتار عمومی مردمه. شما میگید این تو این قضا رو به این 100 نفر توی مهمونی بدیم همه میگن شوره، یه ده میگن کمتر شوره، یه ده میگن بیشتر شوره، ولی این یه چیزیست که عادته. اگر دکترها بیفتن به جون ما که نمک نخورید نمک نخورید، 10 سال دیگه چیزی که الان عادی عادیه شور شور به نظر همه میاد. علت که نمیخوام بگم این است که شما دائما میخواید با یه استدلالی بر اساس تعاریفی که برای مفاهیم خودتون دارید موضوع رو مشخص کنید. یعنی آمدید و حرفتون این است که 3-4 فران تو گفتگو تو این مدت کوتاه با من داشتی که مثلا این سالمه یا این نرماله، مثلا چه معنی نیست، هست یا هست یا نیست، یه واقعیتی است که وجود داره. بعد رو تازه شما آمدید مسئله رابطه رو تبدیل کردید یه پدیده فیزیکی. عزیزم یه زن و مردی که همدیگر رو دوست دارن 1000 گونه مختلف میتونن به این موضوع نگاه کنن و در 310 موردش اصلا خوش رو نیان، ولی اونا اهمیت نداره میذارن کنار. این همون چیزیست که اگر بگن خب تو بیا درستش کن، میگه من دلم میخواد قدش 5 سانتیمتر کوتاه‌تر یا بلندتر باشه، دلم میخواد مثلا اندازه چشمش یا دهنش یا دماغش اینقدر اینگونه یا آنگونه باشه. من میگم که من بارها به مسخره گفتم، مثل بعضی هم در خصوص اتومبیل این کار رو میکنن که یه اتومبیل رو میارن ولی 10 تا تیکه این اتومبیل رو در میارن با 10 تا تیکه اتومبیل دیگه مخلوط میکنن یا جابجا میکنن و میگن حالا اینو میخوام. علت که دارم به شما میگم این است که شما برای خودتون یه مفاهیم و تعاریفی دارید از درست، از خوب، از بد، از حال، از آینده، از خیانت، از وفاداری، از عشق، از علاقه. یعنی یه چیزایی است که عمومی و کلی نیست و الا به عنوان یه واقعیت باش روبرو میشید. همیشه من عرض کردم یکی از اون چیزایی که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی میشنویم یا استراب هستی، یکیش اینه که ما همیشه با اطلاعات کم باید تصمیمای بزرگ بگیریم، اونم درباره آینده ای که خود کل آینده با احتمال همراهه. به همین جاست که باز بارها عرض کردم اگر شما که با هم ازدواج میکنید الان برای هم بهترینید، اگر بعد از 10 سال 15 سال همچنان با هم خوبید یا خیلی بد نیستید خیلی شانس آورید، برای که ظرف 10-15 سال دو تا آدم متفاوتی میشید که 100% برای هم دیگه بهتری نیست. یعنی اگر یه آدمی رو الان بگذارن 15 سال بعد درش بیارن همون آدم رو انتخاب نمیکنه، برای که خودش عوض شده و اون آدم عوض شده. و اگر بپذیریم یه روزی برای هم بهترین بودن، روزی که یک دو تا چیزی که عین هم بودن یا در هم کاملا گره می‌خوردن و درست مثل قفل و کلید بودن، اما بعد از این مدتی این قفل یه چیز دیگه بشه که 1000 تا احتماله، اون کلید هم یه چیز دیگه بشه که 1000 تا احتماله، شما فکر می‌کنید که بعدن این قفل و کلید به هم می‌خورن؟ حتما نه. بنابراین ما با یه واقعیاتی روبرو هستیم که بر مبنای اون می‌پذیریم که ازدواج می‌کنیم و کوشش می‌کنیم که نگهش داریم، شاید بشه شاید نشه. اما شما اینجوری به موضوع نگاه نمی کنید. شما یه نگاه مطلق مکانیکی دارید
که نه تنها باید اینجا درست باشه، فرض و حرف شما این است که 5 روز دیگه و 5 ماه دیگه و 5 سال دیگه و 50 سال دیگه هم باید این همین باشه. خب اینو اصلا با واقعیت ها نمیخونه. به همین جهت است که همه، چرا من عرض میکنم اگر نمیتونید طلاق بگیرید و با گرفتن طلاق از هم پاشیده میشید برای چی ازدواج میکنید؟ بالاتر میرم میگم اگر یه روزی فرزندتون بمیره و شما فکر به این زندگیتون فرج میشه، برای چی بچه به این دنیا میارید؟ بلکه ما نباید یه کاری بکنیم که بعدا به نیستی و نابودیمون بیانجام. خب اینجوری اگه کل پاپولیشن زمین به این موضوع اینجوری نکنه که دیگه اصلا کسی طرف ازدواج رو بچه داره، همه میرن، همه میرن طرف. ببین باز پرت و پلا رو شروع کردی، باز تو رفتی تو ملاکای خودت. من الان حرفم اینه که اصلا 95% ازدواج ها به طلاق منجر میشه، مردم میرن. خب در میان میرن تو ازدواج دیگه. ببین چی میکنی تو؟ تو باز فرضت بر اینه که اگر کسی یه روزی ازدواج کنه جدا میشه، اصلا نباید ازدواج کنه. بی خود میگی، همه چیز دنیا رو ما ازش استفاده میکنیم تو تموم بشه میره. من اگر من برگردم، من این مشکل عزیزم. دارم بابت انتخاب معیار، انتخاب طرف مقابلم. نه حالا روی خط باش، خط من یه قسمت دیگرم به تو اختصاص میدم، ولی دیگه بعد از اون نه، برای که از در من الان تکلیف معلومه. تو همین الان نمونهشو من نشون دادی. عزیز من لطفاً به عرض من گوش کن. ما اعلام میکنیم که از 100 تا ازدواج 99 تاش بین 10 تا 20 سال بعد به هم میخوره. من به تو قول میدم مردم با این وضعیت ازدواج میکنن، همچنان ازدواج میکنن، ای بسا حتی بیشتر از الان، برای که بکنن بعد از 10 سال خلاص میشن، دوباره میتونن تجدید نظر کنن. تو اینجوری نگاه نمیکنی، تو یه چیزی رو ابدی میبینی. یعنی اشکال کار در اینه که گفتم، باز تکرار میکنم، تو اومدی برای خودت مفاهیمی رو به وجود آوردی، این مفاهیم رو تعریفهایی بهش دادی، این تعریف و مفاهیم با بقیه نمیخونه، نزدیک اصلا نمیخونه. الان تو فرض کن یه فرضی رو بگیر، همه آدمایی که ازدواج میکنن 98% میدونن یا 99% میدونن که یکی قبل از دیگری میمیره. خب این که سبب نمیشه که پس ازدواج نمیکنیم. یه روزی میشه که من یا تو نیستیم. خب نباشه. امروز مردم با این واقعیت روبرو هستن که پدر و مادرشون نیستن. متاسفانه امروز برخی از پدر و مادرها با این واقعیت روبرو هستن که بچه‌هاشون رو در دوران زندگیشون از دست دادن. یه طبیعتی است که اینگونه عمل میکنه. اینکه پس مردم ازدواج نمیکنه. ببین تو، من میخوام به تو بگم اگر تو بی سواد بودی، حتی خوندن و نوشتن بلد نبودی، همچی استدلال میکردی، میگفتن این چی داره میگه. و تو ببین خیلی راحت و آسوده در یه گفتگویی که به حساب خودت فکر کنی حرفی برای گفتن داری، در اینو مطرحش میکنی عزیز. خب باید بپذیری که تو یه حرفایی میزنی که اصلا درست نیست. من الان باز میگم برای که پام پیام ها رو بشنیم، برای شنوندگانم مشخص شه، اعلان کنن که همه ازدواج ها بعد از 2 سال، 5 سال، 10 سال به هم میخوره، اصلا به خاطر ماهیت انسان. آدم هنوز اون چیزی که اسمش ازدواجه میکنه. این همون چیزی که در بسیاری از کشورها ای بسا مردان این گونه به زنان نگاه میکنن که میتونن چند تا زن بگیرن، و ای بسا زنان نگاه میکنن که اگه خواستی برو خب 2 تا زن دیگه هم بگیر. به من چه مربوطه؟ بر اساس تعریفی که از انسان و رابطه میکنن. بله آقای تو، داشتم میگفتم. من فقط یه سوال آخر ازتون داشتم. یه فکریه تو ذهن الان چند ساله که بعد برمیگرده به موضوع ظاهری و فیزیکی، که اگه مثلا من الان مثلا قدم 180 ظاهرم هم آدم اوریجی ام، زیاد گود لوکینگ نیستم، ولی خب بر قیافم نیستم، ورزشم میرم، باشگاه میرم، سعی میکنم خودم فیت نگه دارم، و اینکه روی خانوما روی اون قسمت باتاکسشون خیلی حساسم که حتما باید یه همچین شکلی باشه، یه خود سایزش اینجوری بزرگ باشه، نمیدونم فلان. و مثلا تو ذهنم همیشه اینجوری بوده که اخیرا مثلا 7-8 ساله که یه همچین تیپ خانومم هم فقط میتونه منو یعنی جذب خودش بکنه. بعد مثلا از هر 10 تا از 100 نفری که مثلا رو بخوام بگیم، از 100% شاید مثلا 80% اون تیپ، 60-70% اون تیپ زیاد طرف من نیومده تا الان. اون 40-30% هم که اومده رابطه ها خراب میشه اکثرا. و اینکه بعد که از طرف میپرسن خب مثلا چی شد که خراب شد، بهم میگه تو اخلاقت بد بود فلان، اینا ربطی به ظاهر نداره، ولی خب اخلاقت اینجوریه، اخلاق مهمتره فلان. و این فکر رو من میدونم شما یعنی واقعا قبول دارم که زندگی، کل زندگی یه پروبابیلیتیه یا یه احتمال، یه چیزی 100% نیست، ولی من میخوام این مسئله ظاهری چجوریه؟ اونم باز جز اون فکرهای کاملا
باطل منه یا اینکه یه واقعیته یا اینکه چیه داستان؟ عزیزم ماجرای باطل و نه نیست، ماجرای اهمیت و درصده. ببینید اولا شما در همه زندگیتون از حتی ظاهر خودتون گرفته و پدر و مادرتون به عنوان پدر و مادر گرفته، محیط اجتماعیتون گرفته، خیابون اسفالت خیابونتون گرفته، نونی که میخورید گرفته، همه چیز یه مقدار عیب و ایراد داره و مختلف و متفاوت. شما آمدید سر بدن یک زن یه ملاکایی برای خودتون درست کردید که اینا همیشه باید به همون اندازه که من میخوام سر جای خودش باشه. یعنی یه چیزی برای شما شده مهم، مثل اینکه من حرفم این باشه که اگر شما با من اینگونه حرف زدید من جوابتون میدم، ولی اگر لغت شما یه ذره اونقدر محترمانه مؤدبانه نباشه من هفتیر میکشم شما رو میکشم. آقای دکتر ببخشید حرف لغت من ترای کردم با کیسایی که مثلا با تاکسیشون مثلا عزیز من، برای که تو بیماری گیر انداختی خود به سر این موضوع. جالبه ها، من برگردم میگم من برنج رو اگر در این حد پخته باشه میخورم، گوشت رو اگر یه درجه اگر گرمتر یا سردتر باشه وقتی میذارم تو دهنم نمیخورم، اگر طعم این گوشت این گونه که من میخوام نیست اون رو تف میکنم. آخه اشکال کار در اینه که تو آمدید یه انسان رو اولا تبدیل کردی به بدنش یا یه قسمتی از بدنش، بعدم این تیکه اگر کمی کم و زیاد باشه برای تو مسئله بود و نبود و خوب و بد رو مطرح میکنه یا خواستن و نخواستن رو، در حالی که همه این آدما با گذشت زمان و سنشون، حتی بسیاری از مردم وقتی سنشون میره بالا ای بسا قسمتهایی از بدنشون دو یا سه برابر قسمتهای یه زن یا مرد دیگه رشد میکنه. حتی برخی از گروه ها حالا یا جزی از نژادها هستن که مثلا زنانشون از یه سنی پهنتر میشن. یعنی اگر یه نسبتی وجود داره که قدشون هست فرض کن 5 فیت، پهنای بدنشون هست 2 فیت، اینا بعد از یه مدتی اون 5 سر جاش بیونه میشه 3 فیت. آخه شما آمدی بعدم اصلا تمام موضوع مسئله خوب و بد و خوش آمدن و بد آمدن و اینا رو تبدیل کردید به یه موضوع جزئی. شما درباره قضا میتونید این کار بکنید، رنگ اتومبیل هم میتونید این بازی رو در بیارید، یه ذره خاک بگیره بگید من این اتومبیل رو دیگه نمیخوام، این رنگش باید اینگونه باشه و بعدم مثلا باید تمیز باشه. یعنی شما آمدید تفاوت‌های جزئی رو مهم دانستید، خیلی هم مهم دانستید. یه آب که میخورید در جرارتش باید باشه مثلا 37 یا 42، اگر شد 44 شما اگر یه کسی اینو ورده آب رو تو صورتش پرت میکنید، این نوکرتونه یه ذره قدرت بندن باشید میگید گردنشو بزنن. آخه شما آمدید وسواس یعنی چی عزیز؟ وسواس یعنی گیر دادن به یه چیز جزئی که کم اهمیته. شما اومدید اهمیت موضوع رو 100 برابر 1000 برابر کردی. شما گفتید من آب که میخورم با درجه حرارتش باشه 40 درجه، مثلا 30 درجه سانتیگراد، 25 درجه سانتیگراد، اگر شد 26 درجه نمیخورم، و این رو دارید یه جایی دیگه اعمال میکنید. خب اسم این بیماری عزیز. من قرار آب رو که میخورم برای من چای میارن، چای رو میخورم درجه حرارتش مثلا 20 درجه فرق میکنه فارنهایت از این و اون، تو این خونه یا تو اون خونه یا این چای یا اون چای، من اصلا سرش بازی در نمیارم، یکی که گرم میذارم یک کمی سرد بشه، اونی که سرد یا میخورم یا حتی نمیخورم میگم نه مرسی نمیخوام، ولی سرش قشقرق که به پا نمیکنم. شما آمدید تمام ذهن و زندگیتون رو گذاشتید سر اینکه یه چیزی بر اساس ملاکای من باید فقط این باشه، و اسم این بر اساس تعریف علمی وسواسه، و وقتی تعمیم پیدا میکنه به رابطه مرتبط میشه که مال شما شده، وارد حریمی میشه که ارتباط شما رو با واقعیت در جهان و اون چیزی که باید بر اساس واقعیت در ذهن من و شما پذیرفته باشه دور میزنه. من به این حسابی که شما میگید تو 100 تا رستوران که برم که 100 جا برای من غذا بیارن 99 تاش باید ظرفو پرت کنم اون بر. برای که حتما یا شوریشه یا گرمیشه یا سردیشه یا پخته بودنشه یا ادویه‌ای که داره، همه اینا متفاوتن عزیز. اصلا شما حتی دوبار نمیتونید یک غذا رو یه جور درست کنی.
برفرض که تو درست کنید، ذائقه شما، حال شما مطالعات نشون میده متفاوته. من امروز از این غذا خوشم میاد به خاطر اینکه روز خوب و خوشی داشتم، به خاطر یه اتفاق، به خاطر یه امیدی که برای دیدار یه آدمی دو ساعت دیگه دارم. لذت این غذا برای من دو برابر شده، خوشمزگیش دو برابر شده. همین غذا رو شما هفته دیگه من بدید، من فکر کنم این اصلا خوشمزه و خوب نیست، در حالی که واقعیت غیر از اینه. این دفعه حتی بهتر از دفعه قبله، ولی اون امیده نیست، اون خوشحالیه نیست عزیز. چرا میگن وقتی مثلا تو عاشق میشی دنیا یه رنگ دیگه، یه بوی دیگه، یه همه چیز یه طعم دیگه پیدا میکنه؟ واقعیت داره، از نظر علمی رو ثابتش کردن که درسته. ولی اصلا برای شما اینا مطلقا مثلا مطرح نیست. شما برای خودت یه ملاکی داری که همینقدر که درجه حرارت غذای من این نیست دیگه این به درد نمیخوره. و بعدم همه چیز دیگه رو نادیده گرفتن، حتی به یه جوری طنز بیان میکنید. من کی گفتم که اگر یه کسی بهش از نظر فیزیکی و جنسی اترکتد نیستید، جذاب براتون نیست، باشه ازدواج نکنید. ولی اینکه دائما نمیتونه باشه. آدم ها تو شرایطی قرار میگیرن، مریض میشن، رنگشون عوض میشه، نور عوض میشه، وزن عوض میشه، شرایطشون دگرگون میشه، حال روانیشون تغییراتی رو در صورتشون به وجود میاره، در پاسخهاشون، واکنشهاشون. شما با یه انسانی روبرو هستید که مثل یه رودخانه است که یه لحظهش مانند لحظه قبلش نیست، ولی شما یه چیز ثابت جامد میخواید که 30 سال همین جوری برای شما بمونه و در رابطه با شما بمونه. آدم صبح به کسی فکر میکنه، پسرش، دخترش، پدرش، مادرش، کسی رو که دوست داره بهش نمره میده 7، 2 ساعت دیگه میده 9، یه ذره ساعت بعد از ظهر میشه بهش 13، برمیگرده خونه میبینتش میشه بهش نمره میده 5. یعنی ما دائما در حال تغییریم. نگاه و نظر من راجع به همه چیز دائما داره عوض میشه. اصلا من آدم دیروزی نیستم. شما باز از یه طرف یه فکتی برای خودتون که من یه آدم ثابت جامدیم مثل یه تیکه سنگ که تا 20 سال آینده هم همینه. حالا چیزی که میخوام یا مثل یه قفلم فقط همین کلید به من میخوره. اگه این کلید یه ذره کوچیکتر و بزرگتر بشه به من نمیخوره و بعد اصلا نمیخوامش. یعنی همینجا نشون دهنده آسیب سنگینه. بعدم ماجرای وسواس که الان بهش اشاره کردم یا اسکیزوافکتیو مال کجاست؟ مال بیشتر در حقیقت 14 ماهگی تا 36 ماهگی. و درست شما اینو دارید نشون میدید. حتی توضیحی که درباره خانمادگی داد کاملا برمیگرده به مرحله وسواسی که در مرحله در حقیقت 14 تا 36 ماهگی که ایناله. یعنی اینال فیکسیشن شما الان دارید. پیداست از حرفتون. این کاملا اون تثبیت مقعدی هم در اینجا خودشو داره نشون میده. از این تکلیف از نظر من روشنه، روشنه. شما وسواس سنگین اسکیزوافکتیو دارید و در نتیجه احتیاج به کسی دارید که تو این زمینه با پیشرفت‌های علمی، حتی البته این کار میتونه کار یه روان پزشکم باشه، داروی مناسب رو بدن و کمک کنن که از این حساسیت بیاد بیرون. و اینکه لیوان آب من و یا آب من در جرارتش همیشه باید همین باشه، یه درجه کمتر و بیشتر رو من مصرف نمی کنم، ازش بیاد بیرون. چون این دنیایی نیست که اینگونه باشه، دنیایی است که هیچ چیز در حد و اندازه که مورد نظر ماست هیچ وقت نیست، هیچ جاش همه چیزش با هم نخونده چرسی بخواد اینجا بخونه. بنابراین لطفاً با یه روان پزشک همراه با یه نورولوژی صحبت کنید، ببینید که شما پیشنهادشون و نظرشون چیه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون. تمنام کنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.